فرکانس رو تغییر بده. فرکانس 132 هرتز. درود و مهر بر شما. میخواییم یک آزمایشی با هم انجام بدیم. آزمایش کلاتنی. میخواییم ببینیم که تو فرکانس های مختلف میتونیم اشکال مختلف رو تولید کنیم. در اینجا یک بلنگو قرار داره که به این صفحه بسته شده. در ادامه روش ساخت رو براتون میگم. ارتعاش یا رزونانس در اینجا تولید میشه و اشکال رو برای ما تولید میکنه. خب بریم ببینیم که چجوری باید اینو بسازیم. برای آماده سازی نیاز به یک بلنگو داریم. یک بلنگوی معمولی. یک صفحه‌ای که تقریبا سبک و محکم باشه. بهتر از تلق پلاستیکی باشه. من نتونستم پیدا کنم. این صفحه مقواییه ولی سفت. صفحه باید صاف صاف باشه. یه مدار فوم هم میخواییم. از هر چیزی میتونید استفاده کنید. قراره ما سیگنال رو وارد بلنگو کنیم. این سیگنال میتونه از طریق فانکشن جنراتور باشه یا نرم افزارهای موبایل مثل ویو جنریتور. شما میتونید نرم افزار رو دانلود کنید و سیگنال رو وارد بلنگو کنید. یا میتونید از ماژول آمپلیفایر استفاده کنید. ماژول رو به بلنگو متصل کنید، موبایل رو به ماژول تا صدا قوی تر بشه. من در اینجا وسط این رو علامت گذاری کردم. یعنی که این صفحه باید در مرکز قرار بگیره. در اینجا هم یک سوراخ ایجاد کردم. این مرکز این صفحه است. حالا میخوام این فوم رو در اینجا قرار بدم. به این حالت. تا وقتی بلنگو شروع به لرزش میکنه، این فوم لرزش رو به صفحه منتقل کنه. میخوام از چسب حرارتی استفاده کنم. این چسب مقدار کمی از این فوم رو ذوب میکنه. باید صفحه رو محکم به بلنگو بچسبونیم. خب صبر میکنیم تا خشک بشه. خب صفحه خشک شد. حالا باید این سفر رو روی این قرار بدیم. من در اینجا مرکز رو مشخص کردم. یه سیم قرار میدم. دلیلش اینه که میخوام سوراخی که روی این سفر قرار داده بعد از چسب کاری دقیقا در مرکز قرار بگیره. بس در اینجا چسب میزنم و سفر رو روی این قرار. به این حالت. حالا میذاریم صفحه خوش بشه. خب صفحه خوش شد. من در اینجا از یک آمپلیفایر استفاده کردم. آمپلیفایر کلاس دی. خروجی آمپلیفایر به بلنگو وصله. این سیم ولتاژه و در اینجا باید سیگنال رو وارد کنیم. چه سیگنالی؟ شما میتونید از برنامه فریکونسی جنریتور استفاده کنید. این برنامه روی این دکمه بزنید. شکل موج سینوسی. حالا پلی کنید. این فرکانس. شکل موج عوض میکنم. از شکل موج سینوسی باید استفاده کنیم. تو فرکانس های مختلف این صفحه شروع به لرزیدن میکنه. ما میخواییم حالت رزونانس یا تشدید رو در این صفحه داشته باشیم. اگر جنس این صفحه از پلاستیک سبک باشه بهتره که من پیدا نکردم. من از مقوا دارم استفاده میکنم که چندان خوب نیست. الان رطوبت هوا زیاده، میخوام از نمک استفاده کنم. باید از دانه های سبک استفاده کنیم برای ایجاد شکل. امکان داره که نمک به این صفحه بچسبه. خب من به جای استفاده از موبایل میخوام از فانکشن جنراتور استفاده کنم چون تنظیم راحت تری به من میده. در فرکانس های مختلف ما اشکال مختلف رو میبینیم. هر فرکانسی شکل ایجاد نمیکنه.
پس باید فرکانس رو پیدا کنید. حالا بریم این موضوع رو آزمایش کنیم. من از نمک دارم استفاده میکنم. باید از ذرات سبک استفاده کرد. اینجا هوا رطوبت داره و نمک به صفحه میچسبه. فرکانس رو تغییر بدم. فرکانس 132 هرتز. دویست و بیست و پنج هرتز. تمامی فرکانس ها تولید شکل نمی کنن. تو فرکانس خاصی این اشکال تولید می شن. دویست و پنجا هرتز. چهارصد و سی و چهار. میخوام یه بار صفحه رو تمیز کنم. رطوبت باعث چسبیدن این نمک ها شده. صفحه باید کاملا افقی باشه. یعنی کمی کج شده چون صفحه مقباییه. دوباره روشنش میکنم. 433 هرتز. حالا بالاتر میبرم. 563 هرتز. ششصد و بیست و پنج هرتز. نهصد و چهل و سه هرتز. ششصد و پنج هرتز. اگه صفحه بزرگتر باشه اشکال بیشتری تولید میشن. این صفحه کوچیکه. 1 بار دیگه صفحه رو تمیز کنم. همونطور که دیدید اگر از صفحه بزرگ و سبک استفاده کنید شکل‌های خیلی زیادی رو میتونید تولید کنید. اگر بلندگویی شما ضعیفه از یک ماژول آمپلیفایر استفاده کنید. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.